با سلام و درود خدمت شما علاقمندان صفحه تحلیل تکنیکال، با یه تحلیل هفتگی خیلی سریع در کنارتون هستم. تو طول هفته سه شنبه تا جمعه ابتدای سشن نیویورک در کنارتون لایو هستم تا تحلیل‌های بهتر و جامع‌تری رو هر روز داشته باشیم. اما بخوایم خلاصه هفته آخر ماه جون رو بگیم، این هفته چند تا خبر بسیار مهم داره. وقتتون نمیگیرم، تایم به تایم ایران در واقع خبر رو تنظیم شده. روز سه شنبه خبر داریم، اما مهمترین خبرهای هفته رو اگه بخوایم بگیم، کانسیومر کانفیدنس روز سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر وقت ایران و خبر GDP روز پنج شنبه ساعت 4 بعد از ظهر همزمان با لایومون، و البته خبر پندینگ هوم سلزی که همون پنج شنبه میاد، و خبر مهم PCE روز جمعه. این 3 تا 4 تا خبر خبرهای بسیار مهم این هفته است و پیشبینی یه هفته ولتایل رو میکنم تو بازار، به خاطر اینکه PCE قراره بیاد. یه جورایی بازار این هفته با خبر سه شنبه کانسیومر کانفیدنس شروع میکنه و با PCE که یه خبر تورمی هست تموم میکنه. پس بنابراین یه هفته بسیار ولتایل رو شاید بشه پیش بینی کرد تو بازار. اولین چارتی که داریم سوئیسی رو تو تحلیل هفتگی بیشتر راجبش صحبت میکنیم، مخصوصا جوفرزای فارکسی رو. همینجوری که میدونین سوئیسی کاملا حرکت کرد، اومد بالا. به نظرم روزه اول دوم هفته یه مقدار نشست رو بکنه، بعد در واقع جمع جور بکنه بره به سمت بالا. اگه مستقیما بیاد به سمت بالا، فکر میکنم اومده این رو بگیره، اون موقع اینجا میتونیم یه سلو داشته باشیم تا ناحیه نارنجی رنگ. حتما برای کسایی که روز اول این لایو رو نگاه میکنن یا این جلسه رو نگاه میکنن، از جلسه های لایو اطلاعی ندارن، شاید یه تحلیل سرسری باشه، اما دونه دونه این حرکت ها رو دیدیم. حتما تحلیل های هفته گذشته رو دنبال بکنید، چون خیلی بهتون کمک میکنه. یه بازار مهم دیگه در کنار بازار در واقع میتونم بگم سوئیسی یا چارت سوئیسی که این هفته قطعا میتونه ولتایل باشه، چارت طلاه. طلا 4 ساعتش خیلی جذاب شده. اول از همه 4 ساعتش رو بگم، طلا بلند شه بیاد برسه اینجا، این حرکت رو بگیره. بالاخره طلا به 2370 تا رسید. ما دیدیم تو لایو واکنش نشون ندادیم، چون در واقع مونده به خبر بود، یه مقداری مونده به خبر مهم بازار بود، برای همین روز جمعه من ترید نداشتم و در حقیقت بازار رو رهاش کردم که برای روز دوشنبه مهیا بشه. یه حسی بهم میگه میتونیم گپ آپ، گپ سعودی یا گپ نزولی. معمولا گپ سعودی رو حالا با توجه به اینکه یه سری تنش هست و حرف زده پوتین و دوباره در واقع میتونم بگم از اون کلمه انرژی بمب اتمی استفاده کرده، به نظرم دوشنبه میتونه یه گپ بزنه، بازار آسیا قشنگ قیمت رو بکشونه بالا، و روز سه‌شنبه شاید واسه در واقع کانسیومر کانفیدنس بازار طلا حاضر باشه و از اینجا بتونیم دنبال بکنیم. حتما چارت طلا رو بذارین توی لیستتون. قطعا کمتر معامله‌گری هست که چارت طلا رو نداشته باشه، و دیلی طلا که کاملا بلعید و اومد. و اگه بیایم رو ویکلیش، ویکلی طلا بسیار جذاب داره بسته میشه و این هفته ببینیم چی کار میکنه. کاملا بازار آماده است، یه حرکت جذاب رو داشته و به نظرم اگه کندل این هفته اینجوری خب قاعدتا بسته میشه، هفته دیگه کف کندل هفته گذشته یا این کف در واقع دو هفته گذشته میتونه بسیار مهم باشه برای طلایی که یه نیم نگاهی رو به پایین داره، کاملا داره ناحیه‌های شاید 2070 رو میبینه، کانال 21 رو میبینه. اما نباید در واقع غافل بشیم از اینکه اگه 4 ساعتش بلند شه، اون موقع میتونه کاملا طلا رو دوباره بکشونه بالا. اما بعد این نشانه های برگشت و خستگی و این تخلیه، به نظرم دیگه طلا میره برای نزول، مگه اینکه حالا خبرهای عجیب و غریبی باشه. اون نزولی هم که میگیم در حد رسیدن به ناحیه پایینه، خیلی دنبال نزولای عجیب و غریب ما نیستیم تا رسیدن به شاید ورودی کانال 200.
به نظر من میتونه جذاب باشه طلا و کل بازار رو دستش بگیره. از اون اوراق قرضه هم هست که قاعدتا توی لایو با هم دیگه صحبت میکنیم و یه چارت دیگه هم اگه بخوام بیارم براتون، چارت بسیار جذاب داو جونز نزدک رو تو تحلیل هفتگی این هفته نذاشتم به خاطر اینکه داو جونز جاش بسیار جذابتره و به نظرم آماده است داو جونز که حالا ریزش رو تجربه بکنه. دو تا اتفاق میتونه بیفته رو داو جونز، یا اینکه قیمت بیاد این هفته رالی بکنه برسه به همون نقطه‌ای که راجبش بارها صحبت کردیم، 39500 تقریبا، و یه هفته جالب رو داشته باشه. این نمودار دیلیشه، میتونه دو روز اول بیاد بالا بعد حرکت کنه بریزه، یا اینکه رو تایم فریم پایین‌تر رو تایم فریم 4 ساعته کاملا روز دوشنبه بیاد بازار رو ببله. 4 ساعتش خیلی جالبه، هم میتونه بره بالا به اون ناحیه اون برسه، هم این که میتونه نشونه برگشت بده و شروع کنه دوباره داو جونز رو رسوندن به 68500 ناحیه‌ای که بسیار جذاب. فصل دیویدند تقریبا تموم شده، درآمدا دیگه تموم شده، دیگه این بازار مالیه که در حقیقت مثل شاخص ها نزدک و داو جونز با اخبار مهم، انتظارات در واقع شاید تورمی و سایر مسائل روبرو باشن. نزدک هم تقریبا توی فورمیشن، اما نزدک رو اجازه میدم روز دوشنبهش رو ببینم و بعدش در واقع تو طول هفته راجبش صحبت بکنم، چون نزدک روزانه 4 ساعتش در واقع میگه که میتونه پتانسیل این رو داره بیاد حتی بالاتر، یه بار دیگه اعداد بالاتر رو تست بکنه. تو روزانه نزدکم اگه نگاه بکنیم، بیایم روزانه نزدکم نگاه بکنیم، خیلی جا داره، اما به نظرم 4 ساعته نزدک فضا داره که حرکت کنه به سمت بالا. خیلی چارت هست برای تحلیل کردن، وقتتون نمیگیرم، اما اونایی که مهمترین ها هست رو در واقع سعی میکنم بیارم. بازارهایی که معمولا بچه‌ها روش تسلط دارن معمولا ترید میکنن، و البته با توجه به اخبار و روشی که دارم، این چارتایی که براتون آوردم این هفته بیشترین مومنتوم رو دارن. نفت رو میبینم و یه چارت بیت کوین رو هم میمونه که راجبش صحبت میکنیم. نفتم بسیار جای جذابی قرار گرفته توی هفتگیش، ناحیه بسیار خوبی، این زخامتی که داشتیم، فضای خالی که داشتیم رو داره پر میکنه و روزانش به نظرم نفت رسیده به اون ناحیه‌ای که مد نظرمون بوده تو در واقع لایوهای هفته پیش. پس نفت میشه یه انتظاری داشت تو روزانش، اگه کندلش تثبیت شه کم کم بیاد پایین، حتی اگه سعودی هم باشه از اینجا از هولوش 80 دلار جمع بکنه بره بالا. الان 84 دلار نفت برنت رو نگاه میکنم هست روی چارتم و میتونه در حقیقت به راحتی اینجاها رو جمع بکنه بیاد پایین. به علاوه این که حالا توی 4 ساعته تایم فریم 4 ساعته اگه ببینیم شاید بازتر باشه، به علاوه این که تایم فریم 4 ساعته داره نشون میده نفت احتمال این هم وجود داره که این حرکت کنه بیاد بالاتر شده از 86 دلار، چون روند سعودی قوی هست و تازه رفته یه هایو زده. به نظر من چون تازه رفته این های این سوینگ قبلیه رو زده، یه جایی داره که نفت بشینه بیاد پایین، حالا مخصوصا رو این ترنینگ پوینت از اینجا شروع کنه جمع کردن به سمت بالا، ببینیم چه اتفاق میافته. میتونه این حرکت 4 ساعته کشیده بشه به تایم فریم های دیگه و جذاب بکنه بازار رو، مخصوصا که پی سی کانسیومر سرویس هم در واقع کانسیومر کانفیدنس هم تأثیر گذاره تو بازار. اینا رو بریم ببندیم و بریم سراغ چارت بیت کوین. چارت بیت کوینی که بسیار به نظر من جا و مقطع مهمی قرار گرفته تو دیلی بیت کوین. اولا دیلی بیت کوین رو نگاه بکنیم، قشنگ قیمت جا داره. اگه دیلی بیت کوین می اومد بالای کندل روز قبل رو تست میکرد، به نظرم خیلی در واقع پتانسیل اینو داشت که این قیمت رو بکشونه پایین، یعنی کاملا یک کندل نزولی تشکیل بده. اینجا منتظر ورود بایرها هستم تا ناحیه آبی رنگ به نظر من جا هست که بایرها بیان، اما اگه بیت کوین حرکت بکنه و کف
کندل قبلی روزانه قبلی رو بشکونه، به نظرم دیگه بیت کوین حالا میخواد دوباره حرکت کنه، بیاد دیگه بره ورود کنه به شاید کانال 62 و ببینیم چی کار میکنه. فعلا که با تحلیلی که انجام دادیم تا 63 خوب اومده پایین، فعلا واکنشی اینجا نمیبینم، ادامه حرکت رو به پایین احتمالش بیشتره. اگه میگم جمع شدگی بود مثلا توی 4 ساعته، اگه نگاه بکنین این کندل دیروزه، بسیار جاش هم مهمه، جای کندل دیروزه و به نظرم راحت میتونه این قیمت میومد اینا رو جمع میکرد، این حرکت رو، این استاپا رو کامل جمع میکرد و بعدش در واقع شروع میکرد ریختن. شاید این اتفاق ساعتهای آینده بیفته، پس حواستون جمع باشه. اگه پشت چارت این قیمت دقیقا اوپنه روز نشسته، به نظر من پتانسیل این رو میبینم که بیت کوین شروع هفته بیاد رالی بکنه، بیاد این بالا اینا رو بگیره، اون موقع با یه ساختار فالس بریک اوت خوشگل شروع کنه شاید ریختن، به نظرم خیلی جذاب میشه. به علاوه این که حالا اگه بخوام بگم، از اینجاها از این کف هم میشه در حقیقت خریدار بود، اگه بیت کوین بیاد کف امروز کف دیروز رو جمع بکنه ترنینگ پوینت خوبیه. پس به نظرم دو تا زخامت داره، یکی از پایین اگه جمع شدگی باشه به سمت بالا، یکی هم در واقع دقیقاً از بالا به سمت پایین. شاید بیت کوین رو بعد اول میگفتم بهترین چارت، اما گذاشتم آخری برای دوستایی که تا این 11 دقیقه صبر میکنن تا اینکه یه موقعیت عالی رو ببینن. این هفته همراه هم باش که کلی کار داریم و یه هفته جذاب رو پیش بینی میکنم. پر از برکت باشی، پر از سلامتی، کامنت یادت نره، تو طول هفته در کنار.